حاشیه بود که برادران لیلا رو به خاک سیاه نشوند. رادیو راوی. سلام، خوش اومدید به رادیو راوی. توی این قسمت قرار پرونده‌ای باز کنم برای برادران لیلا. آخرین کار سعید روستایی که اخیراً به خاطر نشر نسخه غیرقانونیش خیلی سر و صدا کرده. خرداد 1401 بود که فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن برای اولین بار رونمایی میشه. از همون اول هم پیشبینی میشد که مثل کارهای قبلی سعید روستایی پرحاشیه و پر سر و صدا باشه، که اینطور هم بود. بوسه نوید محمدزاده با فرشته حسینی تا یک کم برش که کتایون ریاهی اعلام میکنه که آقای پورصمیمی 25 سال پیش بهشون تعرض کرده بوده. فیلم پر سر و صدا وارد شد، توقیف شد. سعید روستایی تو نشست خبری جشنواره یه توضیح جالبی راجع به فیلم میده. مردها رو یا بیکار ببینم یا معتاد اینجوری نبوده، ولی اینکه یک زن پیشروی وجود داره که همیشه انگار آینده نگر، انگار نگرانتر، انگار باهوشتر، انگار بیشتر داره میبینه، از شاید از زندگی شخصی من بیاد. از اینکه من یه خواهری دارم به اسم لیلا که اون منو بزرگ کرده و اون کمک کرده که من این شکلی درس بخونم، شکلی کار کنم یا به اینجا برسم. کات 30 خرداد سازمان سینمایی بیانیه میده. فیلم برادران لیلا به تأسیس از اصل قانونگرایی، استانداردسازی و عدالت محوری و به دلیل تخلفات آگاهانه و رفتار مغایر با قانون مثل شرکت در جشنواره کن بدون عبور از مجرای قانونی و عقص پروانه نمایش تا اطلاع ثانوی صلاحیت گرفتن پروانه نمایش را نخواهد داشت. در واقع عجیبی این قضیه اینه که این فیلم از خارج و منتقدای خارجی انقدر تعریف و تمجید میشه، چه تو کن چه تو مونیخ، تو ایران حتی پروانه نمایش بهش نمیدن و به خاطر همین توی کمیته اسکار از طرف ایران حضور نداره و عملا شانس حضور در اسکار رو از طرف ایران از دست داده. شهریور 1401 بود که این فیلم در فرانسه اکران میشه و اونجا روستایی میگه که این فیلم ادای دینی به فرانسیس فورد کاپولا هست. میایم به سوم بهمن که آقای جواد نوروزبگی تهیه کننده کار اعلام میکنه که به خاطر ساخت این فیلم پرونده قضایی براش تشکیل داده شده. البته ایشون از سازمان سینمایی درخواست میکنه که چون نسخه اصلاح شده فیلم قراره یک ماه بعدش توی فرانسه اکران بشه، اجازه بدن تو ایران هم همزمان اکران بشه. اما خب متاسفانه این اتفاق نمیفته و ضربه مهلکی به فیلم زده میشه. همزمان با اکران آنلاین این فیلم تو فرانسه یه نسخه ازش لو میره و به ایران میرسه و دست به دست میشه و تا الان بعیده کسی ندیده باشه. در واکنش سعید روستایی عکسی از فیلم منتشر میکنه و میگه از روز اول عاشق این عکس بودم و برای اکران نگهش داشته بودم. کلی خلاقیت واسه نوشتن سناریو و کلی سرمایه از سرمایه گذار، زحمات تهیه کننده و بقیه عوامل، همه یه شبه باد هوا شده. حالا جالب اینه که روستایی هم خودش حرفی و گلایه‌ای از اینکه فیلمش قاچاق شده نزد، فقط گفت در حیرتیم از این همه واکنش مثبتی که همه دادن. احساس میکنم که بیشتر دوست داشته فیلمش به هر قیمتی که شده فقط دیده بشه، در صورتی که میتونست خواهش کنه که مردم نبینید و به موقعش از طریق گیشه و فروش قانونی فیلم از فیلم لذت ببرید. پستی گذاشت تو اینستاگرامش که خیلی جالب بود. زیرش نوشت 30 میلیون مخاطب، نتیجه تلاش شبانه روزی برای دیده نشدن یه اثر. ببینید، نظر شخصی خود من اینه که شما وقتی به عنوان هنرمند یه اثری رو خلق میکنی، اولویت تو از ساخت یه اثر شریک شدن بقیه است توی اون اثر. یعنی من اگه یه فیلمی میسازم، دوست دارم مردم در وهله اول اونو ببینن. من این فیلمو با شما به اشتراک میذارم، همینطور که الان این کار رو دارم تو یوتیوب با شما اشتراک میذارم و به هر قیمتی، حتی اگر اجازه قانونی به من داده نشه که این فیلمو اکران کنم تا برگشت مالی براش باشه، دوست دارم که شما اینو ببینید. پس پخشش میکنم، چون اولویت کار هنری اینه که دیده بشه. هنر تو اگه بهترین هنر باشه ولی یک نفرم نبینه، هیچ ارزشی نداره. هنر اصلا در اصل خودش باید دیده بشه. من نمیگم روستایی یا عوامل یا تهیه کننده خودشون این فیلمو پخش کردن، ولی اگر من بودم شاید دست به همچین کاری میزدم. میشه گفت روستایی اگر طرز تفکر منو داشته باشه که فکر میکنم داره، حتی خوشحالم شده از اینکه فیلمش دزدیده شده یا قاچاق شده، چون باید تو ارزش هنریت دیده بشه. احتمالاً هم واسه همینه که خود روستایی برگشته گفته که امیدوارم روزی بیاد که نسخه کامل و قانونیشو به دست مردم برسونیم. همینم میشه که ارشاد عوامل فیلمو متهم میکنه که خودتون این فیلمو پخش کردید. در واکنش به حرفای روستایی، آقای سهرابی که از مسئولین بلندپایه ارشاده گفته
ابراز امیدواری کارگردان فیلم برادران لیلا برای انتشار نسخه کامل فیلم تعجب آور بود. تشکر از مخاطبان برای دیدن نسخه قاچاق، یعنی قاچاق فیلم اقدامی آمدانه بوده؟ ببین دعوا داره بالا میگیره. کی بود؟ من نبودم. روستایی هم جوابشو اینجوری میده که ارشاد داره دست پیشو میگیره که پس نیفته. خب از اینها بگذریم، فیلم قاچاقش دست مردم هست، تو اروپا داره اکران میشه، پس احتمالش خیلی کمه که ما کلا این فیلمو دیگه تو سینما ببینیم، مخصوصا که خود روستایی و ترانه علی دوستی از چهره های خیلی تاثیرگذار و قوی اعتراضات 1401 بودن. کلی سر و صدا داشتن، ترانه حتی حجابشو برداشت و بازداشت هم حتی شد. واقعا حیفه که یه همچین فیلمی از یه همچین کارگردانی اکران نشه، دیده نشه و مخاطبینش نتونن تو سینما اینو ببینن. عوامل فیلم زحماتشون به ثمر نشینه، دیده نشه کارشون و این فیلم یه جورایی حیف میشه. هم مخاطب از دیدن فیلم محروم میشه، هم عوامل سرخورده میشن. به جای اینکه مسئولین بیان حمایت کنن از این فیلم، از یک اثر هنری، از این کارگردان که داره تو جهان سر و صدا میکنه، تو همه جشنواره ها داره میره، میان چوب لاچرخه فیلم میکنن، دست انداز درست میکنن تو راهش. دقیقا باید برعکس باشه. حمایت کجاست؟ حمایت اصلا معنی نداره. سلام، خوش اومدید به راوی و راوی. سلام، خوش اومدید به برادران لیلا که تا یک کم بعدش که کتاین از روز اول عاشق این عکس بودم و برای اکران نگهش داشته بودمش.